اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، السلام عليك يا بقية الله في أرزه، زیارت آل یاسین میخوانیم خود و به نیابت از شهدا امام شهدا همه منتظران ظهور قربتن الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والخوف والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تسبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي
أن علي أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته ومحمد وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بري من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومبدتي خالصة لكم آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء بعد از زیارت آل یاسین دعای فرج آقا امام زمان رو هم با هم انشالله زمزمه کنیم در شب نیمه شعبان شب ولادت اون حضرت شبی که بعد از لیالی قدر پرفضیلت ترین شب سال هست به امید این که زودی زود خدای متعال فرج حضرت صاحب رو مقدر فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم الهی عظم البلا وبرح الخفا والكشف القطاع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب
يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلامتی و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت بقیت الله الاعظم آقا امام زمان یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان بزرگوار. یه مقدار این برنامه با تأخیر شد، عذرخواهی میکنم. عرض کنم که از اونجایی که دوستان من سریع وارد مبحث بشم، ما این پیجمون رو تازه آوردیم بالا، دوستان عزیز تازه راه انداختیم، یه مقدار شیر اگر بکنید از شما متشکر میشم، به علت اینکه به هر حال خیلی از مخاطبین باخبر نبودند از لایو و در از پیج دوم فعالیت میکردم و به تازگی این پیج رو هم فعال کردم و گفتم که از اونجایی که نزدیک به نیمه شعبان هستیم مناسب هستش که از پیج رسمی انشالله و اصلی فعالیت بشه و انشالله طبق روال گذشتم فعالیتم رو از همین پیج ادامه خواهم داد. لذا دوستانی که تو پیج دومم بودن بدونن که دیگه من اساس کشی کردم، اومدم به پیج اولم و اون پیج شخصی هستش و علایق شخصی و اون چیزایی که اونجا گذاشتم. عرض کنم جناب ذره بزرگوار میفرستید به آقای فیض بخش بزرگوار که بیان و انشالله مبحث رو شروع بکنیم. دوستان من یه توضیح بدم. خب گفتیم که اعمال شب نیمه شعبان یکیش احیا گرفتن هستش و شب نیمه شعبان مثل شب قدر، یعنی بعد از شب قدر، پرفضیلت ترین شب سال برای احیا گرفتن هستش و در اعمال شب قدر داریم که و مذاکره العلم فهو افضل، به این مضمونه که مذاکره علمی در شب قدر از پرفضیلت ترین کارها هست. خب در شب نیمه شعبان هم به تأسی از اعمال شب قدر به ذهنمون رسید که مذاکره علمی بکنیم، پیرامون چه موضوعی؟ پیرامون مهدویت، معرفت و شعورمون به غیر از شعورمون نسبت به حضرت صاحب بالا بره، بیشتر بشه، به حضرت تقرب روحی پیدا بکنیم به وسیله معارف اهل بیت که بازگو میکنیم، هم عقلی هم نقلی هم پاسخ به شبهات انشالله در خدمتتون خواهیم بود. خب در خدمت محقق بزرگوار و ارجمند جناب فیض بخش بزرگوار هستیم، انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. من بالا بیارمشون انشالله. دوستان همگی سلام، خوش اومدید، مخلص شما هستم، عیدتون مبارک، شبتون بخیر. امشب شب مستی حضرت صاحب هست، مستی به شرابن طهورا. آقا سلام علیکم و رحمت الله. جناب فیض بخش علیکم و رحمت الله، سلامت باشید، قربون شما، بزرگواری کوچیک شما هستم. آقا خیلی خوش اومدید، خرسندم، پر افتخارم از حضور شما. برای بنده بسیار مغتنم هستش اینکه شما رو در لایو خودم میبینم و از محضرتون انشالله میخوایم استفاده کنیم. من خدمت دوستان بزرگوار عرض کنم که جناب فیض بخش عزیز، جناب استاد فیض بخش، متخصص علوم حدیث، رجال و درایه هستند و همچنین متخصص فرق اسلامی به حمد الله، از مناظره کنندگان قدر و به نام در زمینه وهابیت هستند به حمد الله. پرچم تشیع رو خدا رو شکر
به دوش گرفتن، انشالله موفق باشن و ما هم خوشحال هستیم. و جایی که آب باشه دیگه تیمم باطل هست. من فقط سعی میکنم که استفاده بکنم و بیشتر اجرا رو به عهده بگیرم تا انشالله در خدمت مطالبی که ایشون ارائه میدن باشیم. موضوعی که دوستان در نظر گرفتیم متناسب با امشب و مذاکره علمی، اثبات ولادت حضرت صاحب از منابع عقلی و نقلی، البته از منابع نقلی فریقین، یعنی اهل شیعه و اهل تسنن، شیعیان و اهل سنت، و ادله عقلی خواهد بود به همراه پاسخ به شبهات. جناب فیض بخش عزیز در خدمتتون هستی، مقدمتا بفرمایید تا منم ان شاء الله عرض کنم. بنده در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. بنده هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و تمامی دوستانی که تشریف آوردن و به ما افتخار دادن. حقیقتا بنده اینجا دارم درک می‌کنم منظر شما و مطالبی که فرمودید از روی تواضع و به اصطلاح شکست نفسی حضرت عالی هست. سلامت باشید. عرض کنم که اولین مطلبی که بهش بپردازیم جناب فیض بخش عزیز، دوستان همینطوری که انشالله داریم لایو رو ادامه میدیم، حاجا عرض کنم که میگن که صداتون یه مقدار ضعیف هست، اگر براتون مقدور چیز بزنید، هنسفری بزنید، یا اینکه به هر حال شاید زیر گوشیتون گوشی روی سطحی باشه که جلوی میکروفون رو گرفته باشه. الان چطوره؟ خوب شد. الان خیلی بهتر شد. بله. خب بله میگن که پین رو میگن برداریم. بله. عرض کنم که خب موضوع رو که گفتیم و پین رو هم برمیداریم که جناب فیض بخش بهتر مشخص باشن. عرض کنم که جناب فیض بخش عزیز، اولا در مورد خود مهدویت در ادیان صحبت بکنیم با هم دیگه. این که در ادیان حالا ابراهیمی، آسمانی یا به هر حال ادیان، علل خصوص ادیان ابراهیمی، این بحث منجی و حالا چیزی که ما ازش اصطلاحا مهدویت یاد میکنیم چطور اشاره شده نشده در منابعشون، این رو متشکر میشم تا انشالله به مطالب بعدی هم برسیم. بله، من اولا قبل از این که مطالب رو ارائه بدم یک اصخایی میکنم از دوستانونم بابت اینکه این جلوی من کامپیوتر هست و من مجبورم هی بالا رو نگاه کنم و به خاطر نگاه کردن به کامپیوتر دیگه نمیتونم یک سر متمرکز روی صفحه موبایل باشم. امیدوارم که وضعیت صدا هم خوب باشه. الان صدا خوبه؟ برای من خوبه جناب فیض. من نمیدونم، دوستان میگن که صدا شده شما ضعیفه، حالا باز الان من ازشون استعلام گرفتم ببینم چی میگن. فکر کنم بهتر شده باشه الان. یه یعنی صدا بازم ضعیفه. یه بار دکمه، یه بار صفحتون رو ببندید دوباره باز کنید. من قفل صفحه رو ببندید. بله پایین رفتن جناب فیض بخش. اگر خوب نباشه که منم یه بار لایو رو میبندم دوباره میام بالا. دوستان همگی سلام، خوش اومدید و همچنین تبریک میگم این اعیاد رو. انشاءالله که این فعالیتی که دارید انجام میدید انشاءالله به حق امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین مورد رضای اهل بیت قرار بگیره. من لایو الان برای آقای فیض بخش با اجازه شیر بکنم که شون هم تشریف بیارن. عرضه به خدمت شما که ما به لطف جناب حسن آقای ذره بزرگوار که البته نام کاربریشون ذره هستش که استاد ما هستن، فیض بخش رو آشنا شدیم. دست پس کردیم خدمت شما. خوشحالی آقا ما خیر و برکت نیت بکنیم. دوستان صدای ایشون الان خوبه، من میگم لایو من مشکل داشته، صداتون خوبه، پس ظاهرا صدای جناب فیض بخش چیز بوده، ضعیف بوده. منم الان صدا رو ندارم، عرض به خدمت شما که صدا شما رو ندارم. فکر میکنم نت من ضعیفه، اجازه بدید من برم پایین. صدا من رو دارین الان؟ بله
خب جناب زرنج صدا منو نداشتن. دوستان صدا من خوبه؟ امشب چه اینطوری شده؟ خب جناب فیض بخش هم تشریف آوردن. آقا سلام، مخلصم مجددن. دوستان بفرمایید که صدا چطوره؟ الان فکر کنم دیگه صدا خوب شده باشه چون هنسفری هم زدن. انشالله کیفیت صدا و تصویر رو دوستان بفرمایید تا انشالله وارد مبحث شیم. صدا منم انگار برگشت داره. دوستان صدا منم برگشت نداره؟ میگن هر دو عالیه. خب جناب فیض بخش بزرگوار سری وارد مبحث بشیم که من یه مقدار هم کلن لایو تأخیر شد. عرض کنم